سلام به شما. بریم برای بحث امروزمون. خوش آمد میگیم بهتون و آماده باشید انشالله که ادامه داشته باشه برنامه‌مون. یکی از بچه ها فرستاده که نتم رد شده. چهار رو دوباره میگید. چهار چی بود در اون مورد قبل؟ باشه اگه اون چیز شد انشاءالله آخر جلسه باید یک یادآوری بکنید که من اون چهار رو براتون اشاره بکنم. اون اونجا اشاره میکنم، فقط اون آخر یادت باشه که یک یادآوری بکنید که من اون رو بهت بگم. خب بریم برای بحث امروزمون که بحث مهمی هستش. جلسه ششم، موضوع مشتقات هست. اسم فایل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم تفصیل، اسم مبالغت. بحث امروزمون بچه ها یه بخشش مربوط به عربی ده میشه که دیگه عربی ده امروز تمام میشه، پای دهمتون تمام میشه. یه بخشش میره وارد عربی یازده میشه، یعنی امروز دیگه ما ورود پیدا خواهیم کرد به عربی یازدهم. عربی دهم رو دیگه به پایان رساندیم به سلامتی. خب روز، ساعت، تاریخ مشخص. در رشته ریاضی فیزیکمون 45 عدد تست داریم، 55 دقیقه زمان براش تعیین شده، هر سوال هم 73 ثانیه فرصت هست برای پاسخ دادنش. اما اگر ندانید که دارید به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد. باز یه بار دیگه میگم، اگر ندانید که دارید به کجا می روید، هر راهی شما را با خود خواهد برد. از کیچی تاشیواکا. بریم برای یوگا خنده امروزمون و آماده باشید. بچه هایی که اینجا هم هستن آماده باشن و بچه های داخل خونه هم یا در جایگاه که هستید در اقصا نقاط کشور، شما هم آماده باشید برای اجرای یوگا خنده و میدونیدم که به چه شکل هستش. آماده اید بچه ها؟ بله. یک دو، یک دو سه، یک دو، یک دو سه. ها ها هی هی هی، ها ها هی هی هی. بسیار خوب. اما خنده بی دلیل، دلیل نمیخواد برای خندیدن، بی دلیل بخندید. حسن آقا، محمود، بسیار خوب، بسیار خوب. بخندید بی دلیل بچه ها، بخندید. آفرین. خیلی در این کشوری که هر جاش و هر لحظه ما با غم مواجه هستیم، بی دلیل هم بخندید باز هم یک انرژی به بدنتون دادید. خب بریم برای جامد و مشتق. جامد، بچه ها به من در جای خالی دیگه کمک کنید. جامد از کلمه دیگری، یک اشاره هم بکنم من که ما اصلا واژه جامد مشتق دیگه تو نظام جدید این سالهای اخیر این واژه‌اش به کار برده نشده، اما تقسیم بندیش رو ما بهش بخور کردیم، پس بهتر است که ما اون واژگانش رو هم بدانیم که چه هستش. جامد از کلمه دیگری گرفته. گرفته چی بچه ها؟ آفرین، آفرین. گرفته نشده است، گرفته نشده است. به دو شکل مصدری و غیر مصدری میاد. جامد مصدری، جامد غیر مصدر، مصدر و غیر مصدر. جامد مصدری میتوان ازش مشتق ساخت، میتوان از آن مشتق ساخت. که حالا وارد مشتقا که بشیم اون مورد رو بهتر متوجه میشید. مثل کتاب، ما میتونیم ازش کاتب، مکتوب، فاعل، مفعول، این تو چیزا درست بکنیم. استخراج، اینم مصدر، مصدرهای بابهای سلسی مزید، اینا کلن جامد هستن. و توجه داشته باشیم که جامد مصدرها کلن، مصدرها کلن جامد هستن. هرچه مصدر داریم، افعال، تفعیل، مفاعلت، تفاعل، تفعول، استفعال، انفعال، همه اینا جامد هستن. جامد غیر مصدری نمیتوان از آن چی بچه ها؟ بله بله، مشتق ساخت. آفرین به شما که پیش مطالعه دارید. نمیتوان از آن مشتق ساخت. مثلا قلم و ازش قالم، یعنی ساختار فاعلی و مفعولی مخصوصا نداریم. جمع میتونیم از اینا اقلام بسازیم، اما مشتق که بهش خواهیم رسید ساخته نمیشه. دفتر مثلا دافتر نداریم، رجل، راجل نداریم.
اما رجال داریم، دفاتر داریم، اونا جمعن. این میشه جامد غیر مصدری. کلا جامدها، مصدرها رفتن در قالب جامد. اما مشتق از کلمه دیگری گرفته شده است. اینا یه تعریف ها خیلی مهم نیست، ما فقط تا اینجا بفهمیم که اگر با مصدری مواجه شدیم جزو مجموعه مشتق ها نیست، بهش میگن جامد. اما مشتق یک اسم فاعل، اسم فاعل خب تقسیم میشه به ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید که شما بهش برخورد میکنید، یا هم غیر ثلاثی مجرد که یک اصطلاح عام هست. خب پس ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد، منظور از غیر ثلاثی مجرد همون ثلاثی مزید هستش. بریم ببینیم چی داریم برای ثلاثی مجرد. اسم فاعل، اسم فاعل در ثلاثی مجرد بچه ها بر وزن، بگید آفرین باریکلا، بر وزن فاعل، بر وزن فاعل میاد، مثل کاتب، قائل، بائع، دایی، هادی، آخر بر وزن فاعل هستن. خب بعضی از اینا که کاملا ملموس هست اون وزن، مثل کاتب، قائل، بائع، اینا کاملا مشخصن. اما کلماتی مثل دایی، رازی، کافی، وافی یک تغییراتی درشون رخ داده، ولی همون قالب فاعل رو در نظر بگیرید. کلماتی که مثل این میان، حتی اینا کلمه مثل رازی، قاضی، کافی، اینا اسم فاعل هستن. گاهی وقتا اینا با الف لام میان، گاهی وقتا بدون الف لام میان. اگر بدون الف لام بیان، حالا من اینجا به عنوان یه مثال زدم بدون الف لام شو آوردم، اما اگر بدون الف لام اومد اون یه آخرش هم میفته، مثلا قاضی میشه قازن، قازن، کافن، وافن. اینا رو یادتون باشه که اگر این قالب رو هم دیدید اونا همون اسم فاعل هستن. پس این دایی که الف لام بهش میدیم، حالا این میتونه به شکل این شکل هم بیاد، دائن، دائن، ادائن و دایی یکی هستن. اگه کلمات تو این قالب هم دیدید این هم بازم اسم فاعل هستش. دائن همان دایی هستش، رازن همان رازی هستش. خب هادی، کافی، وافی، رازی، اینا هم اسم فاعل هستش. و آخر، ما یه آخر داریم بچه ها، یه آخر داریم. آخر اگر اومد، آخر اسم فاعل هست بر وزن فاعل. خب اما ثلاثی مزید یا غیر ثلاثی مجردش چگونه ساخته میشه؟ حرف اولش بچه ها، حرف اولش با میم زمدار شروع میشه. حرف اولش با میم زمدار، یا به عبارتی حرف اولش با من مشهدی شروع میشه. خب اگر شما مشهدی نیستید اما احیانا شنیدید دیگه، فقط اون آواش رو برای من بفرستید. مشهدی ها به من میگن چی بچه ها؟ آفرین، مو، مو. به من میگن مو، به آب میگن او، به گاو میگن گو، به ها میگن هو. این استرس که اینا به کار میبرن. آفرین. پس حرف اولش با من مشهدی شروع میشه. بعد قبل آخرش یا عین الفعلش یکی از این نشانه ها رو داریم. عین الفعلش یا ایه یا یه، قبل آخرش یا کسره گرفته یا یه گرفته. خب مثل چی؟ مثل منحرف، 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 مرید، مرید، معلم، مجیب، اینا همه اسم فاعل هستن. مو ای مو یه، درست شد؟ خب بریم برای نکته ترجمه ای. گفته که اسم فاعل بر انجام دهنده یا دارنده حالتی دلالت میکنه و معادل اون در فارسی معمولا صفت فاعلی یا اسم فاعل هستش، مانند ناصر، یاری کننده، منذر، بیم دهنده. یک نده ای اون آخر اسم فاعل تو ترجمه فارسی میاد، پس این نده رو ما میتونیم در نظر بگیریم. نده، نده، خواننده، راننده، بافنده، این موارد به عنوان اسم فاعل در نظر گرفته میشه. خب صفت فاعلی در زبان فارسی دارای پسماندهای از قبیل نده یا آ،
هستش یا نده داره یا آدر آخرش، مثل بیم دهنده، دانا، دانا، توانا، شنوا، اینا معانی اسم فاعلی هستن در زبان فارسی. خب بریم برای مورد دوم، اسم مفعول رو ببینیم که چگونه هستش. اسم مفعولمون اینم باز دو شکل میاد، یا ثلاثی مجرد است یا غیر ثلاثی مجرد، که بچه ها گفتیم همون ثلاثی مزید هستش. خب ثلاثی مجردش بر وزن مفعول میاد، بر وزن مفعول، اونجا بر وزن فاعل بود، اینجا بر وزن مفعوله. مثل مکتوب، همین کاتب شده مکتوب، قائل شده مقول، مقول. کلماتی که بچه ها بر وزن مفعول هستن، مفعول، اینا اسم مفعولن. مقول، مخوف، حادثه مخوف، اینا همه اسم مفعول هستن. پس کاتب، مکتوب، قائل، مقول، بائع، مبیع، مبیع، این اسم مفعوله. کلماتی هم که بر وزن، باز میاد تو نکته، گفتیم تو موضوع توجه، بر وزن مفعول میان، اینا هم اسم مفعول هستن. یک تغییراتی در حقیقت در اینا به وجود اومده، اصلش مبیوع بوده بر وزن مفعول، بعد اون واو برداشته شده و مبیع شده، که کاری نداریم، حالا تو نکته بهش اشاره میکنیم، کافیه شما همون رو بدونید. خب پس بائع، مبیع، دایی، مدعو، هادی، مهدی، مهدی، مرزی، مغزی، مرمی، اینا همه اسم مفعولن. آخر، مأخور، آخر، مأخور. خب یه توجه دادیم، توجه چیه؟ گفتیم که مفعول تغییر یافته مفعول هست. کلماتی که بر از مفعول میبینید در حقیقت اونا مفعول بودن، دیگه نمیخواد شما بهش توجه کنید که چه اتفاقی افتاده، چه چیزی حذف شده، چه چیزی جایگزین شده و به این حالت در اومده. مفیل، کلماتی که بر وزن مفیل هستن، مثل مبیع، مثل محیب، مثل مسیر، اینا همه اسم مفعول هستن. بچه ها این قالب رو بهش توجه داشته باشید. خب اما در ثلاثی مزید چه اتفاق میفته برای اسم مفعول؟ همون کاری که برای اسم فاعل ثلاثی مزید کردیم. حرف اولش باز با همون من مشهدی شروع میشه و قبل آخرش یا عین الفعلش یا ا داره یا آ داره یا ال فتحه گرفته یا الف اومده قبل آخرش، مثل مربع، مربع، منظم، مراد، مجاب، مصاب، اینا همه اسم مفعول هستن. این هم از ساختار اسم فاعل و اسم مفعول. خب بریم سراغ موضوع ترجمه اسم مفعول. اسم مفعول بر انجام شدن یا واقع شدن دلالت میکنه و معادل آن در فارسی معمولا صفت مفعولی یا اسم مفعوله و در ترجمه آن از پسوند چی بچه ها؟ شده، از پسوند شده استفاده میکنیم. این یک پسوندی است برای اسم مفعول در ترجمه فارسی آورده میشه. منصور یاری شده، محترم احترام شده، مستضعف نگاه داشته شده، این هم اصطلاحی است که برای اسم مفعول به کار برده میشود. بله بله، مثل مسیح هم که یکی از بچه ها نوشته همینه، حضرت مسیح، اونم میتونه به عنوان این قالب باشد. خب اینم از اسم فاعل اسم مفعول که بهش اشاره شد. اما مورد 3 و 4، اسم زمان و اسم مکانه. در کتاب این نظام جدید هر چی که آورده شده اسم مکانه، ولی اسم زمان و مکان هم با هم میتوانیم بهش توجه داشته باشیم. خب اسم زمان و مکان، این هم باز تقسیم میشه به ثلاثی مجردش و غیر ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد چون میتونید به من بگید چی هست بچه ها؟ بر چه وزنی میاد؟ بر چه وزنی میاد؟ مفعل؟ بسیار خوب. خب پس ثلاثی مجرداش بر وزن مفعل یا مفعل یا مفعلت
این وزنا میتونه براش مطرح باشه. خب مانند معبد بر وزن مفعل، مغرب بر وزن مفعل، مدرسه بر وزن مفعله. اما این مجموعه دیگر رو بچه ها دقت کنید، من یه رنگ دیگر اینو رو انجام بدم، مکان و مطار و مزار. خب اینا هم اسم زمان و مکان هستن، یه تغییری درشون رخ داده و اون تغییر چیه؟ به این توجه میکنیم. توجه چی میگه؟ مفعال تغییر یافته مفعله. کلماتی که بر وزن مفعال میان اینا در حقیقت مفعل بودن، مکان در حقیقت مکیان بوده، مطار متیر بوده، مزار مزور بوده. اینا بعد یک تغییری درشون رخ داده به این شکل در اومدن. برحال آنچه که بر وزن مفعال است، مفعال همان مفعل است، مفعال همان مفعل است، مثل مفیل که همان مفعول بود، مفیل مفعول و مفعال مفعل هستش. اینها هم پس این وزنها رو بهش توجه بکنید. اما اسم زمان و مکان در غیر ثلاثی مجرد همانند اسم مفعول خود است. اسم مفعول ثلاثی مضید رو چگونه می ساختیم بچه ها؟ میم ضمه دار اولش بود، قبل آخرش هم یا این الفعلش فتحه بود. همونی که اسم مفعول بود میتواند اسم زمان و اسم مکان هم باشد، مثل مستخرج. مستخرج خب میتونیم سه معنا براش داشته باشیم، زمان استخراج، مکان استخراج، استخراج شده. اسم زمانی، اسم مکانی و اسم مفعولی ترجمهش بکنیم. حالا این قسمت بش رو شما خیلی کاربری ندارید و خیلی بهش توجه نداشته باشید. خب بریم سراغ نکته. جمع اسم زمان و مکان یعنی جمع مفعل یا مفعل چی است؟ چی است بچه ها؟ چیه جمعش؟ باریکالله مفاعیل، مفاعیل یا مفاعل. البته این وزن مفاعلش رو بیشتر بنویسیم که بیشتر میاد برای شما دیگه. وزن مفاعل میتونه مفاعیل هم باشه. خب جمع اسم زمان و اسم مکان بر وزن مفاعل میاد. معبد معابد، ملعب ملاعب، مکتب مکاتب. به این شکل بر وزن مفاعل، البته مفاعیل هم هستش دیگه، مفاعل و مفاعیل، مثل مسابی مفاتی. خب اینم از این مورد. و مورد پنجم از مشتق ها اسم تفصیل هست. اسم تفصیل تعریف چیه؟ صفتی کی میدونه؟ اسم تفصیل صفتی برتر از تفصیل دیگه، برتری رو، فضل رو نشان میده. خب اینم در دو قالب مذکر و مؤنث میاد. مذکرش بر وزن افعل هست، مؤنثش بر وزن فعلا. افعل فعلا. خب مثالاشو دیگه نگاه کنید. اکبر کبرا، اصغر صغرا، اسفل سفلا، ادنا دنیا، آخر اخرا. پس ما یک آخرم پیدا کردیم بچه ها، یه آخر پیدا کردیم که اسم فاعل بود. آخر اسم تفصیل به معنی دیگر و آخرین دیگران. آخر به معنی پایان هستش. آخر اسم فاعل، آخر اسم تفصیل هستش. پس افعل فعل تا آخر ملاحظه میکنید. اینم مثال هایی است که برای اسم تفصیل ما داریم. بله خب اما موضوع ترجمه ایش چیه؟ اگر بعد از اسم تفصیل من، بعد از اسم تفصیل چی بیاد بچه ها؟ من بیاد. بعد از اسم تفصیل من بیاد که از حروف جر هستش، به صورت چی؟ به صورت چی بچه ها؟ ترجمه میشه؟ مثل صفت تفصیلی.
مثلا صفت تفصیلی ترجمه میشه و چنانچه همراه با دیگر اسم بیاد یا مضاف واقع بشه به اسم دیگری به صورت صفت عالی، مثلا صفت عالی معنا میشه. مثالاشو ببینید. احسن و احسن و من، احسن و من، بهتر از، احسن و القصص اضافه شد به قصص، بهترین قصه ها، بشه صفت عالی، صفت تفصیلی، صفت عالی. پس اگر من اومد، من اگه اومد صفت تفصیلی اضافه شد به یک اسم دیگری به صورت صفت عالی ترجمهش میکنیم. اینا تو ترجمه مهم هستن. اما یک توجه دادیم، گفتیم خیر و شر نیست معنای تفضیلی، بدونی که بر وزن افعل و فعلا ببریم، یعنی برده نمی شود بر اون وزنها، خیر و شر می تواند معنای تفصیلی هم داشته باشه. اما چی هست؟ خیر و شر نیز معنای تفصیلی پیدا خواهند کرد زمانی که این چنین شوند، یعنی مثل مورد بالا. خب خیر من بهتر از و شر الناس می شود بدترین مردم. اینجا که من اومد بعد از خیر، اینجا هم که اضافه شد به ناس، شر اضافه شد و اسم تفصیلی معنا پیدا کرد. پس خیر و شر هم بدونی که بر وزن افعل و فعلا بیایند، بازم اگر این اتفاق بالا براشون رخ داد به صورت تفصیلی یا صفت تفصیلی یا صفت عالی ترجمهش میکنیم. نکته دوم برای موضوع ترجمه ای، گفته گاهی میان اسمای تفصیلی از لحاظ ظاهری با فعل ماضی باب افعال مشابهت ایجاد می شود. شما می دونید که باب افعال هم ماضیش بر وزن افعله است، افعله، یفعل و افعال. حالا اسم تفصیل هم مذکرش بر وزن افعل است. ما چگونه اینا رو تشخیص بدیم؟ میگه توجه به مفهوم عبارت راهگشای مسئله استش. خب نگاه کنید، مثلا در اینجا ما انزله داریم، انزله، در اینجا اکبر رو داریم، هر دو بر وزن افعلن، اما انزله فعل است و اکبر اسم تفصیله. یکی از نشانهای خوبی که الان در اینجا ما داریم اینه که چرا انزله رو ما فعل گرفتیم؟ چون بعدش ما الان در اینجا فاعل داریم و در اینجا مفعول داریم، یعنی فاعل و مفعول اومده. انزل الله القرآن، نازل کرد خداوند قرآن را، نمیتونیم حالت تفصیلی بهش بدیم. اما در اینجا بعد از اکبر من اومده، من، من اومده و اینجا هم اشاره کردیم دیگه، اگر من اومد به صفت تفصیلی معنا میشه. پس اگر افعلی که بعدش من اومد یا به چیزی اضافه شد، یعنی به عبارت کلمه بعد از افعل مجرور شد، کسره گرفت، حتما بدونید اون اسم تفضیل هستش، اون افعل، افعل تفضیلی است. اما اگه بعدش فاعل اومد، مفعول اومد با حرکت یا بی حرکت، نشون میده که اون فعل است، فعل است که بعدش فاعل دارد و مفعول دارد، اون دیگه اسم تفضیل نخواهد بود. خب نکته بعدی، اسم تفصیل در حالت مقایسه بین دو اسم مؤنث معمولا بر وزن چی بچه ها؟ بر وزن چی میاد؟ آفرین، بر وزن افعل میاد. بر وزن افعل میاد، یعنی اگر دو تا اسم مؤنث رو میخواستیم بگیم که مریم از زینب بزرگتر است، کوچکتر است، به جایی که از فعلا استفاده کنیم از افعل استفاده میکنیم، افعلی که برای مذکر میاد. مثالشو ببین، فاطمتو اکبرو من زینب، از اکبر استفاده کردیم، از کبرا استفاده نکردیم. اما اگه خواستیم فاطمه صفتی براش داشته باشیم، میگیم فاطمتو کبرا، فاطمه الکبرا، صغرا، اینطوری استفاده میکنه، اون صفتشه. اینجا داریم مقایسه قرار میدیم که این بزرگتر از اون است، این کوچکتر از اون است، بنابراین از افعل استفاده میکنیم، وزن افعلی. اینم از این بچه ها. خب نکته بعدی،
غالبا جمع اسم تفضیل بر وزن چیه؟ جمعشون بچه ها؟ بر وزن بله افائل، بر وزن افائل میاد، افائل مثل ارازل، ارزل ارازل، افزل افازل، این هم جمع های اسم تفصیل هستش. خب بچه ها دقت کنید، ما یه شماره ای داریم به عنوان شماره 6 در مشتق ها که بهش میگن صفت مشبهه. صفت مشبهه شما ندارید همچی چیزی رو در کتاب درسیتون، چیزی به نام صفت مشبهه ندارید، اما بعدا تو عربی 12 تو بخش حال برخی از این وزن ها به ما کمک میکنه، چون حال بعدا وقتی که بهش برسیم تو عربی 12 میگیم حال یکی از خصوصیاتش این است که غالبا مشتق هست، مشتق هست، یعنی وزنهای مشتقی رو دارن. حالا تو اون مثال هایی که تو عربی 12 برای حال آورده شده برخی از این وزن هاست، پس بهتر است که ما این رو هم بشناسیم که بعدها که در عربی 12 در بخش مشتق ها و وزن هایی که حال می توانن باشن بهش برخورد می کنیم، بیگانه نباشیم به این مطلب. به همین خاطر من آوردم و زبان شعری هم بهش دادم که دیگه شما راحت تر بتونید تشخیص بدید. صفت مشبه یک صفت ثابت و دائمی است، یک صفتی ثابت و دائمی است. خب وزنهاش چی هن؟ من به جایی که بگم فعل و فعل و فعل و اینطور چیزا، اومدم مثال آوردم، مثالی که بیشتر در داخل کتابتون وجود داره. گفتیم اگر این مثال ها رو در جایی دیدید یا بر وزن این مثال ها کلمه ای رو دیدید، اینا میرن تو قالب همین وزن های صفت مشبهه یا همون مشتقی که بهش اشاره میشه. خب چی ها هستن؟ صلب و حسن، صعب و خشن، عطشان شجاع، اسود جبان، مله و ذلول است و جنوب، دیگر شریف دان ای جوان. من چون وزن شعری میخواستم قالب شعری بدم، دیگه همه وزنا رو آوردم، اما چند تا وزن بیشتر شما بهش برخورد نمی کنید. خب چی شدین؟ به صورت دو دو میخونیم دیگه. صلب و حسن، صعب و خشن، عطشان شجاع، اسود جبان، مله و ذلول است و جنوب، دیگر شریف دان ای جوان. پس نگاه کنید، صلب و حسن، صعب و خشن، عطشان شجاع، اسود جوان، اسفت جوان، مله و ذلول است و جنوب، دیگر شریف دان ای جوان. اگر این کلماتو در جایی دیدید یا بر وزن اینا کلمه ای رو دیدید، اینا قالب مشتقی از نوع صفت مشبه هستن. مثلا به جای خشن بیاد بگه که فشن، به جای مثلا فرض کنید صعب بیاد بگه حمد، یا مثلا به جای حسن بیاد بگه صمد، الله صمد، به جای شریف بیاد بگه کریم، رحیم، اینها ضعیف. حتی جمع ها رو اگه اومد به مفردش برمیگردون، مثلا فقرا مفردش میشه فقیر، فقیر بر وزن فعیل هستش، مثل شریف هست. اینا صفت مشبه و مشتق هستن. اینم به عنوان یک نکته ای که حالا اطلاعات بیشتری داشته باشید برای زمان عربی 12 ازش استفاده خواهیم کرد. خب رنگ ها و عیب ها اسم تفضیل نیستن. چرا اینو داریم تأکید میکنیم؟ چون یه مذکر دارن رنگ ها و یه مؤنث دارن. مذکرشون بر وزن افعل میاد، مثل همون افعل اسم تفضیله، مؤنثشون هم بر وزن فعلا میاد. خب این افعل پس افعل رنگ و عیب است. اگر افعلتون برای رنگ اومد یا عیب اومد، اونا هم اسم تفسیر نیستن، به عنوان اسم تفسیر در نظر نمیگیره. پس یک افعل باب افعال ماضی شد، یک افعل هم رنگ و عیب شد. رنگ و عیب ها هم اسم تفسیر نگیرید بچه ها. خب بر وزن افعل و فعلا میاد. خب بریم مثالاشو ببینیم. اخضر خضرا به معنای سبز، احمر حمرا به معنای سرخ یا قرمز، ازرق زرقا به معنای آبی، اصفر صفرا به معنای زرد، ابیض بیضا به معنای سفید. خب تا اینجا ما
چند تا مورد رنگ رو گفتیم، حالا چند تا عیب رو بگیم. با یک رنگ دیگه اینا رو جدا کنیم. اخرس خرسا به معنای لال هست، خرسمونی بگیری الهی یعنی همون مترادف لالمونی بگیری الهی، لال چی خرس چی، وجه تسمیهش برمیگرده به همین. خرس یک حیوان بی تکلم هست، آوا دارد اما تکلم ندارد و یکی دو مشخصه ای دارد که در سایر موجودات نیست. یکی از مشخصات این است که حتی معمام است کدام حیوان است که سربالایی را از سرپایینی آسانتر می آید. خرس سربالایی ها رو راحت تر میره تا سرپایینی. یک غریزه دیگه هم دارن که غریزه جنسی هستش که اونم فوق العاده بالاست و بالاترین غریزه رو دارن بین موجودات. خب اخرس خرسا به معنای لال هست، اعرج ارجا به معنای لنگ هست، لنگ، اعوج اوجا به معنای کج و ماوج، نادرست، عجوج و مجوج که تو قرآن اومده موجودات کج و ماوج رو میگن. یا بیماری نقرس یکی از همین بیماری هاست که در حقیقت به علت استعمال گوشت قرمز بسیار مفصل های ما، بعضی از قسمت های بدن ما کج و ماوج میشه، عجوج و مجوج میشه، کج و ماوج، نادرست. و بعد چی داریم؟ بله، ابکم بکما بازم لاله، سمون بک. اما امیا به معنی کور هست، کور. پس پنج تا رنگ و پنج تا عیب رو ما آوردیم بر وزن افعال و فعلا. مؤنث رنگ ها بر وزن فعلا است، بر وزن فعلا نیستش و کلا رنگ ها و عیب ها اسم تفسیر نیستن. اگر بخوایم اینا رو اسم تفسیر کنیم باید یک واژه هایی که تفسیری هستن به اینا اضافه بکنیم. مثلا فرض کنید اکثر و همرتن، اکثر و خزرا، بیشه که اکثری، اکبری، اقلی باید اضافه بشود. خب میرم سراغ هفتمین موردمون که اسم مبالغت، اسم مبالغت. بسیاری انجام کاری رو نشون میده، بسیاری انجام کاری رو. خب وزناش چیه؟ یکی فعاله، بعد فعاله، مثل تواب، تواب، جبار، ستار، حتی مشاغل، بقال، نجار و خلاق، اینا همه اسم مبالغتن. دو فعالت، فعالت، مثل علامه، اماره، اینا میتوانند مبالغت باشند. فعیل مثل صدیق، فعول مثل قدوس، قدوس و فیعول مثل قیوم که دو تا یه کنار هم اومده و در هم ادغام شده، مشدد شده، فیعول قیوم. خب دو تا وزن دیگه داریم که اینا رو هم نمیخواد دیگه شما یاد بگیری چون نکتش رو نداریم. بنابراین 6 و 7 رو که فعیل و فعول هست چون تو قالب صفت مشبه هست دیگه کاری بهش نداریم، این دوتا رو نمیخواد یاد بگیریم. خب اینم نمیخواد این توجه رو هم چون مربوط به اون میشه. در ترجمه اسمای مبالغت معمولا از قید بسیار یا زیاد استفاده میکنیم، وقتی میخوایم ترجمه کنیم از این قیدها استفاده میشه. غفار بسیار آمرزنده، بسیار بسیار آمرزنده، از این واژه ها استفاده میشه. خب یک نکته در حاشیه این مسئله، ما یه علام داریم یه علامه داریم. خیلی وقتا بچه ها میگن این دوتا آیه برای مذکر و مؤنث میاد، مثلا علامش برای مذکر میاد، علامش برای مؤنث. نه، هم علام هم علامه میتونید هم برای مرد بیارید هم برای زن بیارید. علام رو که میارید یک واژه بسیار رو اضافه میکنید، مثلا رجلون علام، مردی که بسیار داناست، امرأتون علام، زنی که بسیار داناست. و اما اون تایی که میارید در فعالت این تای کسرت هستش، زیادی میکنه، یعنی یک بسیار دیگه هم اضافه میکنید.
رجلون علامه یعنی مردی که بسیار بسیار داناست، امرأتون علامه یعنی زنی که بسیار بسیار داناست، خیلی زیاد بسیار بسیار اضافه میکنید. پس این تای تانیث نیست، تای کسرته. اینجا هم بهش اشاره بکنیم بچه ها، این تایی که اینجا اومده تای کسرت هست، میخواد زیادی رو نشون بده. یک بسیار دیگه هم اضافه میکنیم. خب و نکته بعدی، کلماتی که بر وزن فعال و فعالت میان و بر شغل و بر شغل چه دلالت کنن، بر ابزار یا وسیله هم حتی دلالت، وسیله یا دستگاه هم دلالت کنن، نیز مبالغت هستن. بازم اگر بیان مبالغت هم. چون یک اختلافی بود در کتابای قدیم و جدید بر اینکه اونایی که شغل رو اشاره میکنه، وسیله رو اشاره میکنه، دستگاهی رو به کار میبره، مثلا نظاره یعنی عینک، جراده یعنی تراکتور، اینا رو به کار میبرن، اینا رو دیگه مبالغت نگیریم. ولی بازم واقعا اونا مبالغت هم، چون یک شغل ثابت و دائمی که بسیار داره دیگه رو اون مسئله کار میکنه، مثلا خلاقه، خلاق یعنی کسی که کارش فقط چیه، آرایش هستش. نجار، کسی که دیگه بسیار کار نجاری انجام میده. خب پس درش مبالغت هست. اینا همه رو تو مجموعه مبالغت قرار بدید، مثل خباز، نانوا، نظاره، عینک، سیاره، ماشین، اینا همه مبالغت هست. این هم یکی از مطالبی است که حتما بهش توجه بکنید. تمام شد بحث ما، این 20 جای خالی هم که در پایان هر جلسه آوردیم که اگر یک موقع جای ایرادی داشتیم میتونیم بهش نگاه کنیم و ازش استفاده بکنیم. اما مثل زندگی امروزمون لحظه تفکر کنیم. روزی لئو تولستوی در خیابانی راه میرفت که ناآگاهانه به زنی تنه زد. زن بی وقفه شروع به فوش دادن و بد و بیرا گفتن کرد. بعد از مدتی که خوب فوشش رو داد، تولستوی کلاش را از سر برداشت و محترمانه عذرخواهی کرد و در پایان گفت: من لئو تولستوی هستم. زن که بسیار شرمگین شده بود عذرخواهی کرد و گفت: چرا خودتان را زودتر معرفی نکردید؟ تولستوی در جواب گفت: شما سخت مشغول معرفی خود بودید و من هم صبر کردم تا توضیحات شما تمام شود و من هم خودم رو معرفی بکنم. وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست. اینم از جمله زیبا و نتیجه زیبایی که گرفته شد. وسعت دنیای هر کس به اندازه تفکر اوست. بسیار. اینم از این بچه ها. خب بریم این جمعای مکسر و مترادف متضادها رو هم سریع یک روخانی داشته باشیم که این در اختیار شما که هست. احب برای دوستان، مفردش حبیب. ادعیه، دعاها، مفردش دعا. دموع، اشک ها، مفردش دمع. سعر به معنی قیمت، جمعش اسعار. کبائر، گناهان بزرگ هستش، مفردش کبیره. عدات، دشمنان است، مفردش عادی یعنی دشمن. و عرض بزرگتون که مثل هدات و هادی. فلوات، بیابانها، مفردش فلات. مصائع، آب انبارها، مفردش این مصانع هست، المصانع، آب انبارها یا کارگاه ها، مفردش مصنع هستش. لحم به معنی گوش، جمعش لحوم. مخزن، انبار، جمعش مخازن. اما مترادف ها، آتی و قادم به معنی آینده هستش. استغاثه، استعانه، کمک خواستن هست. بدیع و حدیث یعنی جدید و نو. جربه و اختبره یعنی آزمود، آزمایش کرد. مزا و انقضا، گذشت، سپری شد. وکن و اوش به معنی لانه هستش. بستان و حدیقه، باغ هستش. اسم و ذنب به معنی گناه هستن. دنا و قرابه، نزدیک شد. شاعه و طلبه و اراده خاص. ود و حب به معنی عشق و دوستی هست. هجره و ترکه، رها کرد. سعر و سمن
و هر دوش یکی است، به معنی بها و قیمت هست. عصا و ربما شاید ممکن است، استهزا سخریه به معنی مسخره کردن، ینها و یمنع و منع می کند، فواحش و سیئات به معنی کارهای زشت هست، بغی و ظلم به معنی ستم، خل و نزل فرود آمد، فلات و صحرا به معنی بیابان هست، محاوله و اجتهاد و سعی به معنی تلاش هست، ذنب و اسم به معنی گناه هست، کریه و قبیح زشت، اورید و اطلب و میخواهم، اما متضادها الاتی الماضی آینده گذشته، البدی القدیم نو کهنه، احب اداد دوستان دشمنان، غدات آغاز روز و عشیه به معنی آغاز شب هستش، و بعد و قرب دوری و نزدیکی، خل فرود آمد، رکب سوار شد، دنا نزدیک شد، بعد دور شد، رجا امید داشت، یأس ناامید شد، بئس چه بد، نعمت چه خوب، خفی پنهان ظاهر آشکار، یک را ناپسند می داند، یحب دوست می دارد، زل گمراه شد، اهتدا هدایت شد، رخیص ارزان قالی گران، سوء زن بدگمانی، حسن زن خوشگمانی، راه آسایش و شدت عذاب و سختی است، کذاب دروغگو، صدیق راستگو، اشترا خرید، با افروخ، فخور فخر فروش، متواضع فروتن، حرم حرام کرد، احل حلال کرد، میت مرده، حی زنده، صعب بد شد، حسن خوب شد، اقل به معنی کمتر، اکثر به معنی بیشتر، تواصل ارتباط، تقاطع بریدن. اینم از جمع مکسر و مترادف و متضادها که اشاره شد بهش. خب میریم سراغ آزمون امروزمون، 6 دقیقه فرصت دارید که بهش بپردازید، در این حین که 5-6 دقیقه زمان بهتون داده می شود هم یک آبی بخورید و یه استراحتی، و به این مجموعه هم توجه کنید و اونایی که پاسخ رو مشخص میکنن بفرستن ببینیم که چه کار کردن، تا بعد انشاءالله بررسیش بکنیم. بله خب، ممنون از دانش آموزانی که پاسخ تست‌ها رو فرستادن. خب بریم برای بررسی. شماره 1 گفته تعیین کنید اسم فاعل از تعلیم، اسم فاعل از تعلیم و اسم مفعول از تعلم. یادتون باشه بچه ها اسم فاعل اسم مفعول از مضارع اون فعل میگیرن، حرف مضارع رو ور میدارن، میم ذمه دار میارن برایش. خب تعلیم بوده علم یعلم و یعلم، اسم فاعلش میشه معلم. خب معلم رو ما در اینجا داریم، یعنی پس میریم اینجا معلم رو داریم، اینجا معلم رو داریم، اینجا معلم رو داریم، اما عالم خط میخوره. این از این گزینه. اسم مفعول از تعلم، تعلم یتعلم و یتعلم میشه متعلم، اسم مفعولش متعلم، اسم فاعل متعلم میشه اسم مفعول. بریم ببینیم متعلم رو کجا داریم. خب اینجا که متعلمه میره کنار، اینجا که معلومه میره کنار، اینا میرن کنار، میمونه گزینه 3 که متعلم هم آورده شده. پس بنابراین گزینه 3 رو انتخابش میکنیم. پس یادتون باشه اسم فاعل اسم مفعول از مضارع میگیریم، در ثلاثی مزیدها از مضارعشون گرفته میشه، حرف مضارع رو بر میداریم به جاش مو میارید، مثلا ینحرف و منحرف میشه، یعلم و معلم میشه، یستخرج و مستخرج میشه، و اسم فاعلش اسم مفعولش هم که اینو فعلش فتح میشه. خب بریم برای تست دوم، تعیین کنید سعی رو برای محسن، اکرام، محمود، تعلیم به ترتیب. محسن خب معلومه دیگه مو داره و اسم فاعل هست. خب گزینه 1 اسم فاعل، گزینه 2 اسم فاعل، گزینه بعدی اسم فاعل. اینجا هم که معناشو گفته احسان کننده، اینجا ایرادی برش نیست. اکرام بر وزن افعال مصدر هست، اکرام کردن درسته، مصدر درسته، مصدر درسته، مصدر درسته، تا اینجا ما ایرادی بر مجموعه نداریم.
اما میریم سراغ محمود. محمود رو در گزینه دو اسم مفعول گرفته و در گزینه چهار هم اسم مفعول گرفته، اما در گزینه یک ستایش کننده و در سه ستایش کننده. پس این دوتا رفتن کنار، چون محمود اسم مفعوله، اسم فاعل نیست، حامد نیست، محموده، ستایش کننده نیست، ستایش شده است، ستایش شونده است. خب پس این میره کنار و میماند گزینه دو و چهار. میره سراغ تعلیم. تعلیم رو در گزینه دو آموختن گرفته و در گزینه چهار یاد دادن گرفته. خب بچه ما یه تعلیم داریم، یه تعلم داریم. تعلیم به نظر شما یاد دادن است یا یاد گرفتن؟ تعلیم بگید برای من. یاد دادن. تعلم چی؟ تعلم یاد گرفتن. بسیار خوب. و ما تعلیم رو داریم دیگه، یاد دادن. بنابراین این گزینه چهار گفته یاد دادن و گزینه سه که از قبلم حذف شده و در گزینه دو هم که آموختن گفته که اینم غلط هستش. بس بنابراین میماند گزینه چهار. گزینه چهار رو میپذیریم. شماره سه، تعیین کنید جوابی که نیامده درش اسم تفصیل. درش اسم تفصیل نیامده. خب گزینه یک میگه آخر. آخر عرض به حضورتون که آخر، آخرت، آخر اسم فاعل بود دیگه نه بچه ها، آخر اسم تفصیل بود. بنابراین همین گزینه رو انتخابش میکنیم. اما گزینه های دیگر، ادنا دنیا، بله افعل فعلا، احسن حسنا، کاملا درسته، اعظم عظما، کاملا درسته. اینها پذیرفته میشه، گزینه یک رو نمیپذیریم. اگه میگفت آخر درست بود. شماره چهار، تعیین کنید جوابی که اسم فاعل نباشد. اسم فاعل، خب اگر نگاه کنید گزینه سه میگه آخر. آخر، آخر اسم تفصیل دیگه، آخر که نگفته، آخر گفته، بنابراین این اسم فاعل نیست. اما در گزینه های دیگر یک بررسی داشته باشیم. الاکلون، خب واو نونش که برای جمع اومده میشه آکل، بر وزن فاعل کاملا درسته. اما در اینجا زالینه بوده، زال، زال، زال. خب کلماتی مثل زال، مثل صاف، مثل از این دست کلمات، اینها در حقیقت اون لام آخری که تشدید داره از هم جدا میشه، قبلش جدا بوده. زال بوده زالل، زالل. صاف بوده صافف، بر وزن فاعل. بنابراین اگه کلماتی بر قالب فال دیدید، فال دیدید، اینها اسم فاعل هستند. فال، زال، صاف، اینها همه. یا مثلا جار، جار، جار و مجرور، جار، جار یعنی جردهنده، جارر بوده. زال، زالل بوده و اسم فاعله. این همه چی؟ مشتهدم که مشخصه. خب شماره پنج، تعیین کنم چرا که کلن اسم تفصیله. خب ما در مورد اول اونایی که هستن رو مشخص میکنیم، اسقر و اجود. در اینجا اتقا و احب و اعلم همشون، در اینجا ارحم و اقلا، در اینجا اشد و اکبر. اما سایر مواردشو نگاه کنید بچه ها. اینجا ابیض، رنگ، رنگ، ازرق، رنگ، اینم خط میخوره، اصفر، رنگ، اینم خط میخوره. این موارد جدا میشن دیگه. رنگ ها گفتیم که و عیب ها اسم تفصیل نیستن. خب پس کدوم گزینه شد بچه ها؟ گزینه دو. اتقا پرهیزکارتر، پرهیزکارترین، احب دوستدارترین، دوستانی با محبتترین، و اعلم هم که داناترین یا داناتر. خب بریم برای شماره شش، تعیین کنید خطا رو در جواب هایی که برای این سوالات تو گفتگو آمده. بکم تومان حاضر فساتین، چند تومان است قیمت این به اصطلاح ابریشم ها، این پنبه ها؟ خب گفته که 570 الفن، کاملا درسته، اینو میپذیریم. پس
این قسمت و پاسخهایی که آمده. این قسمت درسته. دو، کم صار المبلغ، مبلغ چقدر شد؟ گفته که اصبح معتین و ثلاثین الفن. اینم درسته. هل لك ارخص من هذا، آیا برای تو ارزون تر از اینم هست؟ داری ارزون تر از اینم؟ میگه نعم عندما، نعم عندنا ابیض و اسود، بله نزد ما سفید و سیاه. این که پاسخ اون نیست، پس بنابراین این غلط هستش، این غلطه، یعنی این پاسخ پاسخ خطا هستش. و مورد بعدی هم آیا میخواهی شلواری بزرگتر از این؟ نعم اريد اکبر من. اینم درسته، این قسمت هم پاسخ صحیح هستش. پس گزینه سه ما پاسخی که به پرسش داده هست ارتباطی به هم ندارن. و شماره هفت، عداوت العاقل خیر من صداقت الجاهل. گفته کدوم یکی از این ابیات در چهار گزینه مناسب این جمله هستش؟ عداوت عاقل، دشمنی انسان عاقل، بهتر است از صداقت انسان نادان. از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است، جایی برای کینه دشمن نمانده است. این هیچ، گر زهر دهد تو را خردمند بنوش، ور نوش رسد ز دست نااهل بریز. بله دیگه، خودش داد زد که منم دیگه. گزینه دو رو میپذیریم. این گزینه، گزینه مورد انتخاب ما خواهد بود. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. پس گزینه دو مناسب تر شد. و شماره بعدی ترجمه هستش. خب در اینجا ما قد علمه رو داریم که ماضی نقلی هست، ماضی نقلی، قد با ماضی مثل رفته است، خورده است، ماضی نقلی. خب ماضی نقلی که داریم میگیم، پس این گزینه حذف می شود، آموزش میدهد میره کنار، این گزینه رفت کنار. اما گزینه های دیگر داده است، یاد داده است، آموزش داده، اینو میپذیریم. خب اهم الامور الاخلاقیه، اهم الامور الاخلاقیه، که اهم در اینجا معنای تفصیلی پیدا کرده دیگه، اضافه شده، مهمترین. بریم ببینیم کجا داریم. در اینجا مهم، کارهای اخلاقی مهم، اینو نمیپذیریم. خود این که رد شد، خداوند مهمترین امور اخلاق، اخلاقی داره میگه، اخلاق که نمیگه، اینم میره کنار. و در چهار، خداوند در قرآن کریم مهمترین کارهای اخلاقی، مهمترین کارهای اخلاقی ترتیبم هم رعایت شد و همه چیز رو درست در گزینه چهار داریم. پس آنچه که به ما کمک کرد، یکی فعل بود که ماضی نقلی بود، گزینه ای رو حذف کردیم. بعد اهم الامور اخلاقیه، اهم چون اضافه شده، حالت تفصیلی و به عبارتی به صورت صفت عالی ترجمه میشه، یعنی مهمترین. رفتیم این مهمترین رو کجا داریم. خب گزینه یک دو که قبلا حذف شده بود، اینجا مهم گفته، اینجا مهمترین، مهمترین، اما اخلاقی که شد اخلاقی. طبیعی میشه طبیعی، طبیعت نمیشه. اخلاقی، اخلاقی معنا خواهد شد، اخلاق معنا نخواهد شد. خب اینم از این بچه ها. ممنونم از شما، از حوصلتون و صبرتون، و امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر مفید بود برای شما امروز، بس خب باز پیامی بدید که چگونه بود موضوع، پیامتون رو برید. بعد یکی از بچه‌هام که سوال کرده بود که مورد چهار رو یه توضیح بدید، بله کی بود از بچه‌ها سوال کرد مورد چهار رو هستش یا نه، تست چهار گزینه بلند مدت جلسه پیشمون رو هست اون؟ آها بسیار خوب. ببین گزینه چهار، ما دنبال فعل مجهول میگشتیم دیگه، البته سال گفته بود که در کدوم گزینه فعل مجهول ندارید. در گزینه چهار یوزینو گفته است، یوزینو. خب مضارع است دیگه، مضارع اگه بناس مجهول بشه، عین الفعلش باید فتحه داشته باشه، فتحه، یعنی باید بگه یوزینو، اما گفته یوزینو، زیر تشدید حرکت رو گذاشته، یعنی کسره است، اون فتحه نیست. و همین خاطر گزینه چهارتون
رو ما اونو معلوم میگیریم و مجهول نمیگیریم. مشخص شد؟ بله، ممنون. خب بچه ها امروز چطور بود مورد؟ سخت بود، آسان بود، خوب بود، نبود؟ بس. آها، بسیار خیلی ممنون، متشکر بچه ها. انشالله که این نوبت مورد آزمون رو برای شما، آزمون بلند مدت رو حتما ارسال کنن که تو منزل کار کنید، و اون یکی قبلی هم حتما قرار گرفته دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما، خدا نگهدار.